دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه لاهه از همین شهر با ماست. آقای گلریز، بالای یک هفته است که نگرانی هم تو داره جدی و جدیتر میشه. همین پیشتر صحبت‌های وزیر خارجه ایران رو هم بهش اشاره کردم که در گفتگو با سه همتای بین‌المللیش در بریتانیا، آلمان و استرالیا گفته که یک پاسخ مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورته. با توجه به حرفای اون و حرفای اخیر خامنه‌ای، چقدر فکر میکنید که شمارش معکوس برای یک اقدام جدی از سمت تهران شروع شده؟ درود بر شما آقای فرزاد و بینندگان عزیز، خوشحالم خدمتتون هستم. به گمان من وقتی که مسئله حمله و آرایش نظامی برای حمله به فضای دیپلماسی نزدیک میشه، چیزی که ما الان داریم میبینیم، گزارشی که شما مطرح کردید، صحبتهایی که آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی در اروپا و شریک بزرگترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی در اروپا، حتی روسیه، چین، کشورهای دیگه، سفر این هفته آینده عبداللهیان به آمریکا برای احتمالاً دیدار غیر مستقیم و مقامات آمریکایی در نیویورک، همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی از فضای نواختن ارکستر سمفونیک حمله نظامی به نظر میرسه که به یک راه حل دیپلماسی بیشتر داره سوق میده خودش رو. توییتی که نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک زد و در اون گفتش که اگر شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای رو باز بکنه، حمله اسرائیل رو محکوم بکنه و کسانی که این حمله رو انجام دادن از نظر قضایی دنبال بکنه و محکومشون بکنه، شاید ما انتقام نگیریم. اینها اعمالی هستش که به گمان من نشون دهنده اینه که فضای دیپلماسی به روی صحنه آمده و این هم برمیگرده به صحبت‌های دیروز خامنه‌ای که جدا از اون بحث کوتاه اومدن نسبت به فوریت حمله، عملاً گفتش که باید وحدت کلمه داشت به معنی ریزش در درون و از طرف دیگه هم به نظر من خامنه‌ای به دنبال یک راه آبرومند برای این هستش که بتونه از این مخمصه کنار بیاد. جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده که نمیتونه در مقابله با جمهوری با اسرائیل که یک بازدارندگی استراتژیک از نظر بمب هسته‌ای داره، با موشک‌ها و پهپادهای خودش که بازدارندگی تاکتیکی دارن مقابله بکنه. و دلیل این فضایی هم که شما می‌بینید اینه که برخلاف این صحبت‌های رسانه‌ای و غیره، به نظر من خامنه‌ای به دنبال کرنش و یک نوع برخورد آبرومندانه برای اینکه بتونه از این فضا بیرون بیاد بدون اینکه ریزش‌ها به حد غیرقابل تحمل در درون نظام برسه. فقط اشاره بکنم به این متنی که بهش اشاره کردید، با فعل ماضی بود، داشتن اشاره میکردم به اون نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل که اگر در اونجا به گفته مقامات جمهوری اسلامی اقدامی جدی علیه اسرائیل میشد نیاز به پاسخ دادن نمی بود. ولی حالا واقعا فارغ از اینکه میخواستن حمله ای رو پاسخ بدن یا نه، الان از یک طرف هم به نظر میاد انتظارات زیادی به وجود آمده، اگر پاسخ ندن هم در موقعیت دشواری قرار میگیرن. نه، همون بستگی داره که چجوری بخوان پاسخ بدن و این پاسخ به چه شکلی بخواد باشه. میگم بحث اصلی خامنه ای برای همین هم دیروز مطرح کرد که وحدت کلمه خیلی مهمه، به نیروهای طرفدار خودش داره میگه که حرف من رو گوش بکنید و در عمل ریزش ها رو تا اونجا که میتونید جلوش رو بگیرید. اینکه پاسخ چه بخواد باشه، از چون ببین تنها پاسخی که آقای فرزاد میتونه تا حدودی اون بازدارندگی از دست رفته در جمهوری اسلامی در سوریه رو احیا بکنه، عملاً حمله از درون خاک ایران به درون خاک اسرائیل هست. اگر این اتفاق نیفته بقیه مسائل واقعاً اون بازدارندگی رو به وجود نخواهد آورد، از نظر استراتژیک هم نمیتونه کمک بکنه. به علاوه اینکه اسرائیل، عرض کردم، یک قدرت منطقه‌ای هسته‌ای که بازدارندگی استراتژیک داره، این با این با چنین قدرتی اون هم بعد از 7 اکتبر شما نمیتونید به راحتی یک موشک بزنید که بخوای آبروی خودت رو از درون ایران حفظ بکنی، باید به دنبال راه حل دیگه‌ای باشه و من فکر می‌کنم اون راه حل دیگه از فضای دیپلماسی بعد دنبالش گشت و احتمالاً خامنه‌ای هم سعی می‌کنه که به شکل دیگه‌ای سپردن به آینده نیروهای خودش رو آرام نگه داره و اون آبرومندی رو یه جوری حفظ بکنه. ممنونم از شما، دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه از همین شهر با ما.